او را می توان دیپلمات دیپلمات ها نامید. کافی است به شمار بحران های متعدد در سراسر جهان بنگریم تا درک کنیم که او تا چه اندازه خستگی ناپذیر است. من در محل برگزاری نشست توسعه اروپا هستم و با بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد گفتگو می کنم. زمان زیادی به پایان دوره فعالیت کاری شما در این مقام باقی نمانده. به همین دلیل می خواهم درباره فعالیت هایی که تاکنون داشتید صحبت کنیم. به نظر می رسد که جهان در وضعیت فلش کننده است. بحران ها و حوادث متعددی در سراسر جهان روی داده. آیا ما به سوی قلمرو ناشناخته ای پیش می رویم؟ درست است که در جهانی پر از خطر و چالش زندگی می کنیم که از جمله این چالش ها بحران پناهجویان و مهاجران و همچنین تروریسم است، اما همزمان باید آینده ای مثبت داشته باشیم. رهبران جهان خود را به تعهدات مثبتی پایبند کردند، از جمله با 17 هدف برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار و همچنین توافق بر سر مفاد کنفرانس تغییرات آب و هوایی پاریس. به نظر می رسد گروه تروریستی دولت اسلامی بسیاری از این امیدها را دارد به سرقت می برد. آیا سازمان ملل می تواند در برخورد با این پدیده ایفای نقش کند؟ در سال 2006 مجمع عمومی سازمان ملل یک استراتژی بسیار جامع و بلند پروازانه را برای برخورد با تروریسم جهانی تصویب کرد. گویا این استراتژی کار نکرده؟ کار من و اولویت من عملی کردن این استراتژی است و به همین دلیل ماه گذشته برنامه عملیم را در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کردم. یک برنامه عمل بسیار جامع برای جلوگیری از افرادگرایی خشونت‌آمیز. این برنامه هم اکنون در اختیار دولت‌های عضو است و امیدوارم که به زودی توسط آنها تصویب شود. اگر ما امروز در چنین وضعیتی هستیم، به این دلیل است که جنگ در سوریه همچنان ادامه دارد و سازمان ملل بین آمریکا و روسیه گیر کرده. آیا می توان برای پیشرفت در وضعیت کنونی کاری کرد؟ من از ایالات متحده آمریکا و روسیه به عنوان رؤسای مشترک گروه بین المللی حمایت از سوریه می خواهم که کاری بیش از این انجام دهند. اول از همه باید این مشکل را از طریق مذاکرات سیاسی که در جریان است حل کرد. اما به نظر می رسد که زمان برای مذاکرات سیاسی به سر آمده و بسیاری از تلاش ها بی نتیجه مانده. اگر اقدام دیپلماتیک بی فایده بود چه باید کرد؟ هنگامی که بحرانی مانند بحران سوریه پیش می آید سه کار باید انجام داد. اول از همه باید خشونت ها را متوقف کنیم تا بتوانیم کمک های انسان دوستانه را به میلیون ها انسان نیازمند برسانیم. ما باید کمک هایی برای نجات جان مردم ارائه دهیم و همزمان باید این مسائل را از طریق گفتگوهای سیاسی فراگیر حل کنیم. آیا قبل از پایان مأموریتتان می توان به موفقیتی دست یافت؟ آخرین مهلت اول ماه اوت است. به نظر می رسد بسیار بلند پروازانه باشد. ما کمتر از دو ماه زمان داریم تا همه تلاشمان را انجام دهیم و همه طرح‌های خلاقانه و عملی را ارائه دهیم. نگاهی به اروپا بیاندازیم. اروپا نیز به دلیل بحران‌های متعدد چند پاره شده. اگر کشورهای اروپایی وضعیتی را که اکنون دارند ادامه دهند، چه آینده‌ای برای اروپا می‌بینید؟ من عظمت مشکلاتی را که کشورهای اروپایی به آن دچار شدند درک می‌کنم. به ویژه مشکلاتی که به دلیل هجوم مهاجران و پناهجویان ایجاد شده است. به نظر می رسد در این بحران بیشتر مشکل تعداد مطرح باشد، اینکه چه تعداد از این هزاران یا ده ها هزار نفر را بپذیریم. این مشکل با همبستگی جهانی و شفقت رهبران می تواند حل شود. چیزی که به نظر می رسد این روزها وجود ندارد. وجود ندارد. پیشنهاد دادم که در 19 سپتامبر نشستی در سازمان ملل برگزار شود و امیدوارم همه رهبران در این نشست شرکت کنند، از جمله رهبران اروپایی.
قرار است در این نشست به علل ریشه ای این بحران رسیدگی کنیم و اینکه چگونه می توانیم از حقوق بشر و عزت پناهجویان محافظت کنیم. دیگر اینکه چگونه می توان از طریق قوانین راه ادغام آنها در جوامع را هموار کرد. ما همچنین باید از سهمی که این مهاجران در افزایش ارزش ها در جوامع دارند نیز قدردانی کنیم. شما از وحدت گفتید. یکی از موارد بسیار نادر وحدت در کنفرانس تغییرات آب و هوایی پاریس بود. آیا می توان گفت که این بزرگترین دستاورد دوران مأموریت شما در سازمان ملل بوده؟ بیشک این یک دستاورد افتخارآمیز برای من بوده است. تمام انرژیم را برای رسیدن به این توافق صرف کردم. هنگامی که من مأموریتم را به عنوان دبیر کل سازمان آغاز کردم، بحث‌های زیادی درباره تغییرات آب و هوایی وجود نداشت. حتی برخی از کارکنان ارشد به من می‌گفتند که این موضوع بسیار پیچیده و از لحاظ سیاسی بسیار پرمخاطره است و احتمالاً من شکست می‌خورم. در آن زمان می‌گفتم ما نمی‌توانیم هیچ طرح دیگری داشته باشیم، زیرا سیاره دیگری نداریم. نگران نیستید که پس از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و احتمالاً انتخاب دونالد ترامپ او علیه توافق پاریس عمل کند؟ نمی‌خواهم درباره هیچ کدام از نامزدهای کنونی انتخابات ایالات متحده آمریکا اظهار نظری کنم. اما بحث‌ها درباره تغییرات آب و هوایی و اینکه اتفاق می‌افتد یا نه به پایان رسیده است. ممکن است این توافق از مسیرش خارج شود. جهان باید این را بداند که تغییرات آب و هوایی خیلی سریعتر از آنچه انتظارش را داریم اتفاق می افتد. این یک پیمان و تعهد است و من مطمئن هستم که هر کس رهبر آمریکا شود، باز همین کشور به ایفای نقش تعیین کنندهش ادامه خواهد داد. و آخرین سال، شما چه نمره‌ای به خودتان در این پست می دهید؟ فکر می کنید که دبیر کل خوبی بوده اید؟ قضاوت در این مورد با مورخان و جهان است. آنچه به من مربوط هست این که من تمام وقت و انرژی و اشتیاقم را صرف کار با کشورهای عضو کردم تا جهانی بهتر داشته باشیم. در زمینه‌های توسعه پایدار، توانمندسازی جنسیتی، تغییرات آب و هوایی و توانمندسازی جوانان. این کاری بود که من انجام دادم. با همه نوع فردی ملاقات کردم و صدای مردم بی صدا و مدافع مردم بی دفاع در سراسر جهان بودم. Secretary General, many thanks for your time. Thank you very much. Thank you. All the best to you. Thank you.